فصل ششم. یک روز سبت عیسی از میان کیسرهای گندم می‌گذشت. شاگردان او خوشه‌های گندم را می‌چیدند و در کف دست‌های خود پاک می‌کردند و می‌خوردند. بعضی از فریسیان گفتند: چرا شما کاری را که در روز سبت جایز نیست انجام می‌دهید؟ عیسی پاسخ داد: مگر نخوانده‌اید داوود در وقتی که خود و یارانش گرسنه بودند چه کرد؟ او به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیمی را برداشت و خورد و به یاران خود نیز داد، در صورتی که خوردن آن نانها برای هیچ کس جز کاهنان جایز نیست. همچنین به ایشان فرمود: پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است. عیسی در روز سبت دیگر به کنیسه رفت و مشغول تعلیم شد. از قضا مردی در آنجا حضور داشت که دست راستش خشک شده بود. ملایان یهود و فریسیان مواظب بودند که ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا خواهد داد تا مدرکی علیه او به دست آورند. اما عیسی به افکار آنان پی برد و به مردی که دستش خشک شده بود فرمود: بلند شو و در وسط بایست. او برخاست و در آنجا ایستاد. عیسی به ایشان فرمود: سوالی از شما دارم، آیا در روز سبت نیکی کردن رواست یا بدی کردن؟ جان انسان را نجات دادن یا نابود کردن؟ دور تا دور به همه آنها نگاه کرد و به آن مرد فرمود: دستت را دراز کن. او دست خود را دراز کرد و دستش خوب شد. اما آنان بسیار خشمگین شده در میان خودشان به گفتگو پرداختند که با عیسی چه میتوانند بکنند. در آن روزها عیسی برای دعا به کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه خدا به صبح رسانید. وقتی سپیده صبح دمید، شاگردان خود را احضار کرد و از میان آنها 12 نفر را انتخاب کرد و آنها را رسولان نامید. شمعون که به او لقب پتروس داد و اندریاس برادر او، یعقوب و یوحنا، فیلیپوس و بارتولوما، متا و توما، یعقوب پسر حلفی و شمعون معروف به فدایی، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخریوطی که خائن از کار درآمد. عیسی با آنان از کوه پایین آمد و در زمین هموار ایستاد. اجتماع بزرگی از شاگردان او و گروه کثیری از تمام نقاط یهودیه و اورشلیم و اطراف سور و سیدون حضور داشتند. آنها آمده بودند تا سخنان او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. آن کسانی که گرفتار ارواح ناپاک بودند شفا یافتند و هر کسی در میان جمعیت سعی می‌کرد دست خود را به عیسی بزند، چون قدرتی که از او صادر می‌شد همه را شفا می‌داد. بعد به شاگردان خود چشم دوخت و گفت: خوشا به حال شما که فقیرید، پادشاهی خدا از آن شماست. خوشا به حال شما که اکنون گرسنه‌اید، شما سیر خواهید شد. خوشا به حال شما که اکنون اشک می‌ریزید، شما خندان خواهید شد. خوشا به حال شما هرگاه به خاطر پسر انسان مردم از شما روی گردانند و شما را از بین خود بیرون کنند و به شما اهانت کنند و یا به شما بد گویند. در آن روز شاد باشید و از خوشی پایکوبی کنید، چون بدون شک پاداش سرشاری در عالم بالا خواهید داشت، زیرا پدران ایشان نیز درست به همین طور با پیامبران رفتار می کردند. اما وای به حال شما ای ثروتمندان، شما ایام کامرانی خود را پشت سر گذاشته اید. وای به حال شما که اکنون سیر هستید، گرسنگی خواهید کشید. وای به حال شما که اکنون می خندید، شما ماتم خواهید گرفت و اشک خواهید ریخت. وای به حال شما
وقتی همه از شما تعریف میکنند، پدران ایشان درست همین کار را با پیامبران دروغین کردند. اما به شما که سخن مرا میشنوید میگویم، به دشمنان خود محبت نمایید. به آنانی که از شما متنفرند نیکی کنید. برای آنانی که به شما دشنام میدهند دعای خیر کنید. برای آنانی که با شما بدرفتاری میکنند دعا کنید. وقتی کسی به صورت تو میزند، طرف دیگر صورت خود را هم پیش او ببر. وقتی کسی قبای تو را میبرد، بگذار پیراهنت را هم ببرد. به هر که چیزی از تو بخواهد ببخش، و وقتی کسی آنچه را که مال توست میبرد، آن را مطالبه نکن. با دیگران آنچنان رفتار کنید که میخواهید آنها با شما رفتار کنند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، برای شما چه افتخاری دارد؟ حتی خطاکاران هم دوستداران خود را دوست می دارند. و اگر فقط به کسانی که به شما نیکی می کنند نیکی کنید، برای شما چه افتخاری دارد؟ چون خطاکاران هم چنین می کنند. و اگر فقط به کسی قرض بدهید که توقع پس گرفتن دارید، دیگر چه افتخاری برای شما دارد؟ حتی خطاکاران هم اگر بدانند تمام آن را پس خواهند گرفت، به یکدیگر قرض خواهند داد. اما شما به دشمنان خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون توقع عوض قرض بدهید که پاداش سرشاری خواهید داشت و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است. پس همانطوری که پدر شما رحیم است، رحیم باشید. درباره دیگران قضاوت نکنید تا خود مورد قضاوت قرار نگیرید. محکوم نکنید تا محکوم نشوید. دیگران را ببخشید تا بخشوده شوید. بدهید که به شما داده خواهد شد. پیمانه درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد. زیرا با هر پیمانه‌ای که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. همچنین مثلی برای ایشان آورد. آیا یک کور میتواند عصاکش کور دیگری باشد؟ مگر هر دو در گودال نخواهند افتاد؟ شاگرد بالاتر از استاد خود نیست، اما وقتی تحصیلات خود را به پایان برساند، به پایه استادش خواهد رسید. چرا به پر کاهی که در چشم برادرت هست نگاه می‌کنی و هیچ در فکر تیری که در چشم خود داری نیستی؟ چطور می‌توانی به برادرت بگویی ای برادر، اجازه بده آن پر کاه را از چشمت بیرون بیاورم، در صورتی که تیر داخل چشم خود را نمی‌بینی؟ ای ریاکار، اول تیر را از چشم خود بیرون بیاور، آن وقت درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. هرگز درخت خوب میوه بد و یا درخت بد میوه خوب به بار نیاورده است. هر درختی از میوه شناخته می شود. از بوته های خار انجیر جمع نمی کنند و از خار بن انگور نمی چینند. مرد نیکو از خزانه نیک درون خود نیکی به بار می آورد. و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد. چون زبان از آنچه دل را پرساخته است سخن می گوید. چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا می گویید، ولی آنچه را که به شما می گویم انجام نمی دهید؟ هر که پیش من بیاید و آنچه را که می گویم بشنود و به آنها عمل بکند، به شما نشان می‌دهم مانند چه کسی است. او مانند آن مردی است که برای ساختن خانه خود زمین را عمیقاً کند و شالودی آن را روی سنگ قرار داد. وقتی سیل آمد، رودخانه طغیان کرد و به آن خانه زد، اما نتوانست آن را از جا بکند چون محکم ساخته شده بود.
اما هر که سخنان مرا بشنود و به آن عمل نکند، مانند مردی است که خانه خود را روی خاک بدون شالوده بنا کرد. به محض اینکه سیل به آن خانه زد، خانه فرو ریخت و به کلی ویران شد.